دوستا سلام وقتتان بخیر به محورم شب خوش آمدید وزیر خارجه پاکستان گفته که جامعه جهانی از بحر جلوگیری از بحران بشری در افغانستان اقدامات جدی را روی دست گیرد بر اساس گزارش رسانه ها محمود قریشی این اظهارات را در یک نشست خبری مشترک با همتای دنمارکیش در اسلام آباد بیان کرده از سوی هم وزیر خارجه دانمارک میگوید جامعه جهانی باید جلو فعالیت های را در افغانستان بگیرد وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه دانمارک در اسلام آباد تحول پسین بدون جنگ داخلی در افغانستان را مثبت توصیف کرده است. گزارش ها می رسانند که شاه محمود قریشی از جامعه جهانی خواسته است تا در مبارزه با بحران بشری در افغانستان اقدامات جدی نماید. وزیر خارجه پاکستان در پاسخ به این سوال که آیا پاکستان اجازه استفاده حریم هوایی این کشور را به امریکا خواهد داد میگوید که این تصمیم کابینه پاکستان است این تصمیم واضح است که پس از مشوره ها و نگاه به همه جنبه ها از سوی کابینه گرفته خواهد شد تصمیم گرفته خواهد شد که به سود امنیتی ملی پاکستان و ثبات منطقه خواهد بود از سوی دیگر وزیر خارجه دانمارک در این نشست خبری میگوید که این کشور طالبان را به رسمیت نمیشناسد و میافزاید که آنان با عملکردهایشان قضاوت خواهند شد Afganistan... آن چوکن در افغانستان می بینیم یک وضعیت بسیار جدی است و ما نگران این هستیم من به صورت واضح به این نکته اشاره می کنم که اگر افغانستان تبدیل به مکان امن برای حراس افغانان بینلی شود چیزی است که بر همه ما تاثیر میکرد. پیش از این کشورهای دیگر نیز از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن حراس افکنان هشدار دادند اما مقام های امارت اسلامی این ادعاها را بارها رد کردند و اطمینان میدهند که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد اقای دکتر رمضان بشردوست عضو پیشین مجلس نمایندگان اینجا در استودیو برای بحث بیشتر حضور پیدا کردن که اقای بشردوست بسیار بسیار خوش آمدید میگم به برنامه آقای بشردوست شما در عمل در, در حال کمک رسانی به مردم هستین کم از حال روز مردم بر ما بگوین به نام حق و به یاد شهدا و همچنین به یاد فقرا سلام گرم ما به تمام بینندگان و شنوندگان شما هموطنان عزیز ما که در داخل هستند و همچنین امتنان عزیز ما که در خارج هستند ما قلبشان برای ملت و مردمشان میتپد سلام گرم خود من تقدیم میکنم و مردم مردم بندازی وخیم است که اولین بار است که من در کنار بیاد شهدا بیاد فقرا را هم اضافه کردم به خاطر که هر انسانی که یک ذره وجدان به نظر من داشته باشد کافی است که شب بین ساعت 6 تا 7 از پیش نانوایی ها بگذارد. ما میبینیم که زنها مردها در پیش نانوی قطار نشستند تا کسایی که نان میخرن یک نصف نان یا یک نان در اختیارش قرار بده. فکر میکنم که اوجی مجبوریت نشان می دهد. کسایی که ما تماس داریم هیچ چیز ندارن اما چیشان از دست دادن متاسفانه وزشان به و خیم است که من سال که میگویم که خدا یک معجزه میکنه که افغان ها زنده هستند زنده میمانند با حتی زمانی که ماشینا بخور و نمیر داده میشد فعلا خو متاسفانه ماشم مشکل دارد هرچند گفتن که شروع کردن پرداخت میکنن اما امیدوار هستم که حکومت جدید واقعا در صدر برنامه خود موضوع اقتصادی افغانستان قرار بدهد و من بسیار تعجب میکنم که اگر اشتباه نکنم سه ماه میشود کابینه سرپرستی اعلان شده و در سه ماه یک جلسه کابینه گرفته نشده در حالی که اینا اولین کاری باید البته سه هفته کابینه اعلان شده اینا باید در هفته دوم جلسه کابینه گرفته می میشد در جلسه کابینه اینا باید اجاندی مهم در صدر برنامه شون می بود و وزارت که مربوط این اجانده ها می شد اونا باید هم کاری میکرد واقعا من این موضوع آقای بشر دوست میخواستم بپرسم فکر میکنید چرا از طرف حکومت فیلی افغانستان این موضوع ظاهرا دست کم گرفته شده مردم به گفته شما گرسنه هستند چرا اقدامات جدی صورت نگرفته فکر میکنید هیچ قابل تصور نیست متاسفانه ترس من این است که اینا سیر نباشن و چون انسانی که سیر باشد از درد گرسنه نمیاد مثل که دوران سابق متاسفانه ما دیدیم در طول تاریخ افغانستان ما دیدیم و دیگر مشکل اساسی این است که امیدوارم چنین نباشد که زمامداران ما رهبران ما بزرگان ما کلانای ما مردم عام افغانستان را از خود نمیدانند خود با اینها نمیدانند آنها را از خود نمیدانند درد و در درد و رنج خود نمیدانند سیری و گرسنگی و شادی و غمشان شادی و غم و درد و رنج خود نمیدانند در غیر از او من اما که بارها گفتم وقت یک رئیس جمهور یا یک خلیفه یا رئیس الوزراء یا پاچا هر کی در رس یک کشور است در یک رس یک دولت است ایست پدر فامیل دارد و پدر فامیل باید قبل از که خودش سیر شود باید شکمی بچه و دختر و زن و فامیل خود خسیر کند مهمترین کارهایی که به دید شما تا امروز باید میشد برای مردم چی بوده که نشده؟ اولین کاری که به نظر من اینها میکردن این بود که مسئله دسترخان مردم مسئله زندگی روزمره مردم را اینا باید در صدر برنامه خود در اولیت اولیت قرار میدادن من نمیدانم کی به اینها مشوره داده بود که شما یک مراسم تحلیف کابینه را بگیرید که اینها روزها را دوستی کردن وقت خود انرژی خود مصارف که کردن و دیگر اینا چرا متوجه نشدن که اگر این مراسم گرفته میشد فرض کن فرض کن از 200 کشور دنیا مهمان می داشتن این مهمان ها مثل گذشته دلان کروزان را و سرگا بسته و جنجال و مصارف تل و فلان مردم افغانستان اینا رو مثل حکام قبلی نفرت میکردن به خاطر که بر مردم مهم نیست که کی حاکم است وقتی که بچه یک 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 افغان ما در تاکسی فوت کنه به خاطر که فلان وزیر فلان رئیس رئیس جمهوری فلان کشور تر می شود کنفرانس هست مراسم تعلیف است خو ایران نمیبخشد مسئله که اینها در اولت باید می‌گرفت، معاشات بود که اینو متاسفانه بسیار دیر در صد بسیار پایین اقدام کردن هنوز هم ماشات کاملا پرداخته نشده حتی در ولایت با من باز تلفن میکنن که پرداخته بسیار کم شده اینا باید اولین کاری که میگیم به میگرفتن پرداخت ماشات حتی دوره عین و غینه که بعدشان پرداختن کاری نیک است که اینا باید در دولت میگرفت هنوز هم پرداخته نشده باید حتی ماشایی کس مثلا لیسه های اوناس ما تعطیل است نباید معلم از اون ماشش قربانی شود به خاطری که او گناه است که امروز در خانه نشسته باید به با اما طور که به معلم زکور ماش داده می شود باید بر معلمه اوناس هم ماشون داده شود این مسئله حتی من توقع داشتم که اینها به خاطری ای پیروزی به خاطری دعا به خاطری شکرگزاری اینا یک ماه ماش بخششی به تمام معلول و معیوب و بازمانده شهید و عجیر و معلم و امثال هم اینا اعلان میکنند چی ملکی خب و چی نظامی خب مثلا به هر وزارت سرپرست مشخص کردن و اینا مشخص کردن البته به بیشتر وزارت ها این اقدامات مثلا میتونه توجیه کننده باشه که زمانگیر بوده و این باعث شده که مردم تا جای نادیده گرفته شود اینا فکر میکنم اشتباه به نظر من اشتباه اینا این بود که اولیت به سیاست دادن تو اولیت به اقتصاد میدادن اولیت به سیاست این یک تعداد افغانای عام خوش می شود که ببینم وزیر شد نشد کی شد کی نشد سهمیا رسید نرسید چون افغانا را من به دو کاتگوری در مجموع از هر قوم و مذهب و تنظیم و زبانی که هستن مذهب در صد اسلام اصلا وجود نداشت تا, تا تقسیم میکنم افغانای عام افغانای خاص افغان عام به نظر من وقتی که ما مثلا میبینیم که در دا دواخانه دا میرود نسخه را برای دواخانه میدهد میگوید دو افغانی اینی باور کن که نداره ما چیش خود دیدیم گفته که بیش از افتاد افغانی پیش من نیست و او دواخانه به میگه که اگر من خودم پول نگیرم خب تمام روز این مشکل است من نمیتونم این مشکل حل کنم بنابراین برای این افغانی که دوا نداره برای این افغانی که مش داده نشده نان خریده نمیتونه در خانه که میرود زنش میگوید که روغن خلاص شده چای خلاص شده هیچ اهمیت نداره که کی وزیر است برای این مهم است که کی مشکلش حل میکنه اینا باید یک مسئوله قبل از اینکه سر و وزارت و سرپرست امسال هم یک مسئول تعیین میکرد یا وقتی وزیر تعیین کرده بود اینا باید برای وزیر خود میگفت که وقتی در وزارت میروی نباید مراسمی چپند و قرقل و پتگای است که میاد تبریکی و نقلس و شیست میشنن چون تجربه من دارم بخاطری که وقتی من وزیر پلان تعیین شدم آقای کرزای بام 2000 دلار با من داده او زمان گفتم هیچ چیس لیسه گفت کلی وزیر شدی در دفتر کی مردم میاد تبریکی چون زیاد شما را کس نمیشناسه در خان پولی درصد کم میاد من گفتم که من که در وزارت رفتم در اولین مسابقه با یک رسانا داشتیم اعلان کردم که مردم هیچ کس حتی پدر مادر من به تبریکی نیاید این هیچ معنا نداره اگر من روز خدمت کردم او زمان با من تبریک میگوید و این پول ما اختصاص دادیم به مشکلاتی که در خود وزارت بود اینا باید دستور میدادن که این مسائل باید قطع شود مصارفی بیجا وقتی بیجا و کسانی که چپن میارن و قرقل و پرتگاه میارن اینه یعنی است که 40 سال است که هر وزیر که آمده اینا رفتن و کار خود انجام دادن باید با اینا میگود که شما برین اول مامونین خود ببینین مشکلاتشان ببینین ماشاتشون رو ببینین اضافه کاریشون ببینین پرداخته شده نشده برین در دمو چایخانه یک عجیر بشین با وزیر باید بشینه که درد چیست رنج چیست و بعد اولت ها رو اینا باید تعیین میکرد که متاسفانه در این بخش اینا بیشتر دادن به سیاست حتی به نظری من کاسه گدایی رو اینا بس کنن یک کنفرانسی در ژنو دایر شده بود و حالا یکی یکی از کشورهای دیگه کاسی گدایی به نام ما دراز میکنه مگر چرا جز سمی کار صد درصد دو تریلیون دلار آمریکایی میگه آمد در اینجا <applause> یک تریلیون ما اضافه کنیم از کشورهای بقیه کشورهایی که اینجا آمد اروپا و ژاپن و سنگاپور حتی لیتوانی و این هم کمک کرد از این سه تریلیون دلار من مطمئن هستم که از تا جایی که من بررسی کردیم تجزیه تحلیل کردیم شاید دو تریلیونش خودی خارجی دزدی کرده باشند دزد مشهورترین دزدای خارجی آدرسش افغانستان بود که در اینجا می آمدند و این سیگر در آپورای خود کامل نیکاس میداد و یک تریلیونش در افغانایی افغانای ماست این یک تریلیون باید امروز به با درد مردم بخورد مثلا مطور که ما قبلا مشاره کردیم اینا حساب های بانکی وزرا و, و کلا سناتورا جنرال ها را اشتباه نکنم رهبرای مذهبی رهبرای قومی رهبرای جادی و دموکراسی و چپی را بسته کردن کار بسیار نیک کار بسیار خوب اما چند روز می شود که بسته مانده شاید بیش از 10 12 روز شود بیشتر از اون اینا باید روزی که فرمان داده بود که این حساب بسته شود یک کمیسیون خاص فرداش باید تعیین میشد که شما بروین حساب احمد بررسی کنین که چی مقدار پول است و قانونا منطقا مثلا وکیل بود ای در طول سه دوره وکیل بود مثلا در طول 20 سال در طول 12 سالی که وکیل بود قانونا منطقا در حساب بانکی زی میشه که یک میلیون افغانی باشه مثلا چور ده میلیون افغانی در حساب بانکی زیست یا در حساب بانکی رهبرای جهادی و چپی و دموکراسی در وزرا سناتورا جنرالا بقی پول الان به درد مردم باید بخورد ای اگه الان به درد مردم نخورد مردم از گرسنگی نجات ندهد ماشان داده نشود اضافه کاری داشان داده نشود حق و زمی داده, داده, نشود ای یک سال بعد که پول در گردش بیفته هیچی فایده داره او زمان خود مردم با این وضعی که امروز است. شاید نباشد مثلا موضوع دیگر به میلیون افغانی من مطمئن هستم 8 میلیون دلار میگفت در روز از گمرکات ما دزدی می شود 8 میلیون غین میگفت که 8 میلیون 50 درصد دزدی می شود 50 درصد میاد مم. وزیر مالیش گفت که 8 میلیون دلار دزدی میشود، شود 8 میلیون میاد اگر بر اساس همین مقایسه کنیم 16 میلیون امروز فرض کن که 8 میلیون هم چون تجارت و کم مختل شده فکر کن که 2 میلیون دلار در روز دزدی نمیشود. ای دو میلیون دلار من مطمئن هستم که دو وزارت خانه را میتواند ماش یک مایی ماش مامور چند از هفت هزار افغانیست ماش یک اجیر پنج هزار و سی ست افغانیست ماش یک اسکری ما دوازده هزار افغانی که ماها داده نمیشود ماش معلول ما بازمانده شهید ما کسایی که اینا حتی افتخار میکنن که ما مثلا جهاد کردیم و روسا رو شکست دادیم شوروی رو کمونیست که خود مولا محمد عمر یک از فرماندهان جادی اگه اشتباه نکنم از مولوی محمد نبی در تاریخ بود اونمو معلول اونم بازمانده شهید 5000 افغانی ما نه ماش است بنابراین این درآمدی که وجود داره از گمرکات ما یا مثلا شما میدانید که یک مسئله بسیار مهم مسئله مخابرات است ده افغانی اگر اشتباه نکنم از صد افغانی از پنجا افغانی وضع می شود این طبق آمار گرفته بودن حساب که حتی وزرای مخابرات قبلی در پارلمان چند، چندین بار در این رابطه است جواب شدن این در روز میلون ها افغانی می شود ولی فکر میکنین به حکومت فیلی افغانستان که 20 سال جنگی زیاد تجربه کارهای داری و کارهای بگفته شما خلاقیت و ایگه نداره این کارها فکر میکنین آسان به نظر برسه؟ اینا که چهار تا حقوقدان نداشته باشند چهار تا اقتصاددان از خودشان نداشته باشند چهار تا کسایی که د فاینانس تخصص دارند نداشته باشند اینا چگونه میخوان حکومت کنند و من مطمئن هستم که اینا ده ها نفر دارند مثلا ما با مردم سر و کار داریم میریم میشینیم با ما حال تلفن میکنه فلانی که ما خو زمان میرفتیم رفتیم های دیگه سلام علیک چای و صحبت و قصه و مشکلات تان چیز در پارلمان گزارش میدادیم دادیم آلی میگه که بشر دوست ما از کادری طالب و فلان کس از فامیل ما مثلا وزیر است و فلان است و فلان است و این دروغ هم نمیگوید که بخاطر که نیاز ندارد و حتی می که ما بریم بشینیم با اینا صحبت کنیم با اینا مثال اینی دکتر است اینکه من می شناسم این است این است چرا به ای چانس میدم. اگر این از خودشان است این که بیگان است از خود یعنی از از خود تحریکشان است هوادارشان است شاید در کابل سالها بر اونها کار کردن زحمت کشیدن و غیر از اینا باید هر بچه و دختری کشور از هر قوم و مذهب و زبان و منطقه که هست باید جزء فامیل خود بعد از بدانند به خاطر که امروز ملا حسن اخون رهبری تحریک طالبان نیست او خود رهبری کل افغانستان اعلان کرده و به این نام درگ به عنوان این نشسته اینا چانس بدهند بده, هن بده, هن بده ها بچه و دختری کشور که است من وقتی وزیر پلان شدم این سیستمی که ما پیش بردیم اول وقتی من وزیر پلان شدم یک چند تا بادیگارد گفتم که برای چی میکنیم بعد آقای کرزه اگر اشتباه نکنم یا نفرش با من گفت که این چند نفر بادیگارد برای داده میشه تا زمانی که از اعضای فامیلی خودت بادیگارد با من معرفی کنی من گفتم یعنی چیز از اعضای فامیلیم از قومیت از اعضای فامیلی من گفتم یعنی چی بود دوست شما اعتماد میکنین به اینا که <تصفح> از بدخشان است و نمیدونم از پنشیر است و از قندار است تو از غزنی است از بامیان است گفتم چگونه اعتماد نکنم اینا جزی بدن من است اینا خاک من است از کشور من است و تا آخر ام ما هیچ فرد چی نکردیم و وقتی در وزارت پلان رفتیم موین تعیین کردیم رئیس تعیین کردیم خدا شاید است که پرسان نکردیم که از کجا هست متقیش زبانش مذهبش قومش و بهترین بچه‌ها و دختران موین تعیین کردیم رایستاین کردیم وزارت پلان که او در اوج فساد بود اونا کشیدن سرپاش استاد کرده امروز هم هینا من مطمئن هستم که یک هفته بروند دا وزارت داخله در دا وزارت اقتصاد در وزارت مالیه دمی چند وزارت که اعلان کردن بهترین بچا و دخترایی که تحصیل کردن بچا و دخترایی که تجربه کاری در وزارت 5 سال 6 سال 10 سال دارن تعهد دارن شهرت نیک دارن از همین مردم است با این مردم بودن اینا میتونن مثل که من در وزارت پلان گفتم گنجینه است لناس. آتش زیر خاکستر است فقط یک نوازش دست پیدا شود که ایره را اما در پارلمان در 14 سال من به یک کاندید وزیر آقای کرزای و این این رای ندادم و من می بسیار منفی گراستی در اول میگفتن بسیار منفی گراستی آرمان گراستی هیچ کدام از اینا خوب نیست من می گفتم نی بخاطر کجا میشه نه تجربه کافی دارم نه تخصص دارم نه تعهد دارم و نه شورت نیک داره شما خودتان چطور حاضر هستین کار بکنین؟ نه من خودم حاضر نیستم چرا نباید تا شما استفاده شود با خاطر که من, مطمئ... این... من،, من یک فلسفی دارم که من مطمئن نیستم که تا چه حد اینا تعهد دارن تا چه حد اینا با مردم کار میکنن تا چه حد اینا هستند که منافع شخصی خود را قربانی منافع ملی افغانستان کند یعنی تا چه حد اینا هستند که به خاطری جیب و چوکی مثل ها وزرا پادشاه ها و صدر اعظم های گذشته خاک و کشور اینا قربانی نکنند پس ظرفیت های مثل شما با دیدگاهی که دارین چطور استفاده شد؟ شاید نتونه استفاده کنه مثل که آقای کرزی بیش از نو ما نتونست با من گفت بشر دوست در روز افتی افتی, آفتی, آفتی, آفتی اول جنجال به خلق شد وقتی من افراد تعیین کردم بعد از او افتی دوم میشدی نانی که من پول چیزی خود به آنی بشر دوست داشت یا قاوقان بر پا کرده ماشی خود خرد دسترخان خود با کارمندان خود اختصاص داده و چاش نان میدن تمامی کارمندان و اجرای وزارت دیگر زیخانی وزارت خود میگن که شما چرا ماشی و چیزای خود چی نمیکنین بعد از او در آخرین وقت ما این جوهر منحل حل کردیم آقای کرزای مر وقت خواست من در ارگ وقت من داخل میشدم و من گفت لانکروزرایی که برام دیدی گفتم بله گفت گو... از صبح تا حالی لانکروزر داخل میشه بیرون میشه کل کشورها از شکایت دارن سازمان ملل از شکایت دارن کلانای خ... ای منطقه ای کشور ای خاک از شکایت دارن تو چرا این تا میکنی چرا با گفتم رئیس بخاطری که اونا دوز هستند اینا اینجا در خدمت مردم نیستن سند مدارک ما شش ما کار کردیم دیگه من نمیدانم که اینا بیش از نو ما حکومت تعامل نتونست مجبور شدم که من استفاهم بدهم خو این نمیشه ایر خود من وقتی مردمت گرسنه است فقیر است پس کی تغییر داده وضعیت اگر شما که میگین اعتماد ندارین به تدریج مردم تغییر بدهد فکر نکنید شما نکرن. جز مردم هستین ما کار ام 10 سال 12 سال که ما کار کردیم حداقل سی درصد تغییر دادیم که یک سی درصد مردم افغانستان است که بدون مذهب قوم زبان تنظیم بر اساس معیارهای ملی اسلامی به ما رای دادن حتی پول پول پلاو از دیگرها گرفتن رای به ما دادن این سه ما تلاش داریم که به اینجا یک برسه من مطمئن هستم تا روزی که مردم افغانستان مردم عام افغانستان نخبگان و کلانا و بزرگان تنظیم قوم مذهب زبان منطقه اینا نه. مردم عام معلم مامور موچی اجیر دیقان کارگر مردم عام که به هیچ جای وابسته نیستن روزی که نه یک بچه یا دختر سری شانی خود یا باره خود یا سری شانی خود یا در قیام در ارگ داخل نکنن او رئیس جمهور نمیتونه آزاد کار کنه به خاطر که هر کسی که از بالا بیاد مجبور است که در ساز بود با... چی داخل شوه و من تمام آرمانی میست که ممکنه وقت بگیرد در سال ممکنه من نیج نبینم سمره ای کاره اما روز شا... شاید میرسه که مردم افغانستان داخل میکنه در کسی را که اون نفر که داخل میشه غلام مردم است و باید برای مردم کار کنه شه. و پاسخگو باشه تشکر به بله. است که من گفتم که فعلا من جای خود نمیبینم در بس آقای بشر دوست گرسنگی فیلی مردم افغانستان تنها فکر میکنین مسئولیت به حکومت فیلی افغانستان برمیگرده یا نه جامعه جهانی سازمان هایی که افغانستان عضویت حضور دارن مسئولیت دارن تا کار بکنن با این مردم کارکرد جامعه جهانی را چطور میبینید سرموشی سازمان ملل گتری اگر اشتباه نکنم یک جلسه عمومی در یک کاسه گدایی را در دا ژنو دایر کردن گفتن شش, 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 شش میلیون دلار ما انتظار داریم که جمع شود و 606 میلیون دلار نیازی مردم افغانستان را رفع میکنه بیش از یک میلیارد دلار تهود داده شد و ای یک میلیارد دلار باز از 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 امو کانال از امو شبکه دوزدان 20 ساله میاد و حتی دوزدان 40 ساله که از یک میلیارد دلار شاید 100 هزار چگه به مردم واقعی افغانستان برسه دیگرش بین دوزدا ایفول می شود من من توقعی میست که رهبرانی کشور نباید کاسه گدایی دراز کنه به اندازه کافی منابع وجود داره مثلا یک جنرال ما من مطمئن هستم که یک جنرال بامیانی یا پنشیری یا قنداری را که حساب بانکیش بیاره تصفیه کنه ماش کل قندار مردم غریب قندار میدن یا بامیان یا چی میدن ما باید فعلا با ترکیه و حکومت طالبان اگر واقعا منافع ملی در نظر چاست مستقل هستن اینا باید با, با کسایی که پول کشور بردن جنرالش وزیرش، وکیلش، سناتورش، والیش، قمدانش، رهبرای جادی، چپی و دموکراسی اینا باید با یک کشورها تماس بگیرن ما از امارات متحده باید بخوایم که ما یک کلروغنیت نمیخواییم ما دوزده ما که در کشوری تا آمدن میلیون ها دلار دوزی که ما ایر می خواهیم خودش اگه به ما نمیدی حداقل پولش باید داده شه با, با ترکیه باید صحبت کنه با تمام کشورهایی که دزدان بزرگی که بیت المال 20 سال چور کردن چاپاول کردن و امروز میلیون ها افغانی و حتی میلیارد ها شاید در حساب بانکیشان باشد اینا باید یا به رضا یا به زور باید این پول برگردانن برای مردم افغانستان اگر این کار کنن لازم نیست که ما کاسی گدای پیش نمیدون ما ولی همین, همین هم. کارهایی که شما میگین شاید زمان زیاده را زا ودتن оتن еا اвوаلиن کоре کи باд شаوа به نаظаرи مан кلи مаصارиفи بیجои حкومаت بод قаطع شаوа اгаر واقعا نها مарدуم دوست داра مثلи مарدуم аس باید نانе کи نها مехوран از نانи مарدуمشاн فرق نداشته باشد تمام امکاناتی که از مخابرات به دست میاد از گمرک به دست میاد به عنوان مثال و تمام امکاناتی که فعلا از منابع دیگر از تجارت ما از ویزا مثلا چرا اینا پاسپورت فعال نمی کنند چون میلیون ها افغانی در روز میتونه که از پول پاسپورت در اختیار حکومت قرار بگیرد در حالی که مدت تقریبا فلج است این تقریبا ماه میشه اینا میتونه که در یک هفته هم بخش جنایی که مربوط به پاسپورت وزارت داخله میشه فعال کنند هم خود ریاست پاسپورت فعال کنند و هم بخش های دیگر که درآمد به وجود بیاد بعد توسط می پاسپورت که مردم برای بیرون باز چی مر... اینا نباید ای... اینا نباید دی فکر شود که مردم به زور نگاه کنند دوستی به زور نمی شود وقتی که اینا کشورتان برای کشورشان کار کنند خدمت کنند مردم آزار ندهند با وعده های خود 70 فیصد عمل کنند من مطمئن هستم که 70 فیصد کسانی که رفتن برمیگردن الان بعضی کسانی که رفتن به ما از وقت تماس میگیرن با ما میگه بشا دوست ما چی غلطی کردیم چی اشتباهی کردیم چون ما فکر میکردیم که اونم طالبای سابق است که در شارک داخل میشد زدن و کشتن و زخمی کردن و یا مثلا عالی چی ساخته بودن که ریش اندازه می گرفتن و امثال هم ما اگه تصور میکردیم که اینا حتی روز کسی قصه کرد برمان که دیگه رفته بود یک نفر چکایت داشت از داگا... یک کس سابقه داری نظامی پیش امیر اوزا که شروع کرده بود گفته بود که مولوی صاحب این دگروال نظام سابق است بعد مولوی برش گفته بود که این مهم نیست این رئیس جمهور بوده دگروال بوده جنرال بوده مهم نیست مهم است که مشکل چیست مشکل دائم مطرح کن ما قبلا رهبری ما بخشیده اگر تصور میکردن که چیزا وجود میاد شاید اونا نمیرفتن اینا با... نباید با مانی رفتن مردم شود مردم که میخواد بره من اینا مانی نب. اینا کشور خود توری باید بسازن که تا خارجی ها بیاد اینجا کار کنه ما میریم در ایران غلامی میکنیم در پاکستان غلامی میکنیم در دریای یونان غرق میشیم یا در جنگل های یونان جان خود تن خود تن فروشی میکنیم اینا به کشور توری تاری بسازه که ایران ها بیاد اینجا غلامی کنه پاکستان ها بیاد چون امکاناتی که افغانستان داره 1 فیصد ایران ایران نداره یا پاکستان نداره در حکومت افغانستان میبینین که به می سطح ما رو برسانه؟ اگر در حکومت فعلی نیست در افغانستان است. اینا باید استفاده کنن از اگر واقعا از این کشور هستن این مردم دوست دارن اینا نباید بین باید بچه و دختری کشور از قوم و مذهب و زبانی چیز که اینا تفاوت قائل شون اگر ده حزبشون نیست نبوده و نمیخواد در حزبشان باشد مهم نیست اگر نو میخواد خدمت به وطن شوه به کشور شود چانس بدهد به دختر و پسری کشور که دوست داره این کشور سری پای استاد میکنه او زمان کشورهای دیگه میاد گدایی میکنه ما میتونیم که گودام آسیا شویم امکاناتی که ما داریم من به یک دستم که اگر ما یک, رهبر یک رئیس جمهور یک امیرالمومنین یک خلیفه یک پادشاهی وطن دوست متقی با ایساس فیداکار داشته باشیم در ده سال با امکانات معادن خود با آب و آفتابی خود که ما داریم ما میتونیم که صد زندگی خود در سطح اروپا بالا ببریم به خاطر که یک فیصد اروپا چیزی که ما داریم نداره آقای دکتر رمضان بشر دوست و پیشین مجلس نمایندگان تشکر از حضور تشکر از شما. و دوستان دامه محور پس از وقفه کوتاه ادامه محور وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش ها مبنی بر وضع محدودیت بر رسانه ها را به بنیاد می داند یک عضو کمیسیون فرهنگی نهاد می گوید رسانه ها همچون گذشته می توانند در چارچوب اصول کار کنند با تازگی دیدبان جهانی حقوق بشر گفته که محدودیت های گسترده بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان وضع شدند هارون نور نزدیک به یک ده است که در پروان خبرنگار است و اطلاع رسانی می کند. می گوید پس از ایجاد حکومت تازه دسترسی به منابع و اطلاعات به گونه بی پیشنه محدود شدند از آغاز به کار حکومت امارت اسلامی تا اکنون محدودیت های متعددی برای خبرنگارا وضع شده مثلا اگر میخوای یک برنامه سیاسی رو بندازی باید از اطلاعات فرهنگ جواز بگیری یا اجازه نامه بگیری جرأت زیر خبرنگارا ندارن که برن به محل رویدادها و ویژه رویدادهایی که در ای آخر اتفاق افتیدن قطعا ترس و حاکم است و این خاطر این حق تقریبا سلب شدگی است بر بنیاد گزارش ها در تاز در این مورد بر روز جمعه دو خبرنگار در ولایت پروان که برای پوشش خبری یک رویداد رفته بودند برای مدت توقیف و دوباره رها شدند همزمان با این دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است که در افغانستان محدودیت های گسترده بر و خبرنگاران وضع شده است مقررات طالبان آنقدر گسترده است که روزنامه نگاران از حراس زندانی شدن خود سانسوری می کنند. بازداشت کردن خبرنگاران هنگام تهیه گزارش محدودیت بسیار جدی خلق کردن است در قسمت دسترسی به اطلاعات. حتی گزارش از پروان ما داریم که هنگامی که یک خبرنگار بخواهد در ساحه رفته و گزارش تهیه کنه باید از ریاست اطلاعات فرهنگ ای ولایت اجازه بگیرند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این گفته های دیدبان جهانی حقوق بشر را نمی پذیرد. یکان قضای اجازی است که در یکان جا صورت میگره یا برخوردی که غیر قانونی صورت میگره انشالله او مشکل حل میشه امارات اسلامی سابق هم از رسانه ها حمایه کرده آله هم حمایت میکنه البته نشرات باید در چارچوب اسلام و مطابق قنانات افغانستان باشه دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است هر اقدامی که سبب محدودیت آزادی بیان یا مطبوعات میشود باید قانونی لازمی و متناسب باشد. آقای نور محمد متوکل عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ اینجا در دو و آقای رضا موینی مسئول نهاد گزارشگران بدون مرز روی خط اسکای با ما وصل هستند را بسیار خوش میگم به برنامه آقای متوکل ترس که باعث خودسانسوری میان خبرنگاران میشه فکر میکنین ناشی از چی است بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و و سلام علی رسول الله در قدم نخست سلام و احترامات خود ره خدمت شما و خدمت مهمان برنامه شما و خدمت همه شنوندهای گرامی تقدیم میکنم السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته باید در رابطه به سوال شما که ی د رسانهها نظر به قول شما که اونها حراث دارن یا ترس دارن باید ایره بوم که امارات اسلامی هی رسانی را تهدید نکرده و تهدید هم نمیکنه کدام قوانین سخت هم بالا ازیا وضع نکرده البته رسانهها باید با رعایت اصول اسلامی منافع ملی کشور و عدم توهین به شخصیتها و رعایت اصول رسانهی ب نشرات خوده داشته باشن عمارات اسلامی از ی حمایه م پشتیبانی مینه البته متاسف که این موضوع اصول خبرنگاری در اصل باید چنین باشه بله. ولی شما محدودیت به چی میگین فکر میکنین با چه دلایل شما به این باور که بر رسانه و محدودیت وزن نکردین دلایل مهمتون چی است اگر کدام اسناد و مداری که و رسانه ها دارن که امارت اسلامی برای ازیا محدودیت ها یا وضع کرده باید ایراد دارن و پیشکش بکنن که اینی این محدودیت البته امارات اسلامی چند شرایطی که گذاشته این نه تنها حکومت ما و شما یا امارت اسلامی بلکه در تمام دنیا اگر ما نظر بکنیم هر کشور از خود یک قانونی میداشته باشه برای رسانه ها شاید شما در جریان باشین شما میدانین که هر کشور یک قانونی برای رسانه ها می داشته باشه رسانه ها خود موازیب می به مراعات او قوانین و شرایط بینان رسانه های کشور ما هم باید اون شرایطی که امارت اسلامی وضع کرده که شما برخلاف اصول اسلامی نشرات نداشته باشین برخلاف منافع علیه کشور نشرات نداشته باشین یا آن قضایا و آن مسائل را شما مطرح نکنین که در مبین ملت ما یک نوع تفریقه ایجاد میشده باشه به با همی شکل توهین به شخصیت ها صورت نگیره بعضی شرایطی که ای اصلا ای را محدودیت گفته نمیشه برای رسانه ها تشکر. رسانه ها هم خودشان به این اصول پایبند هستند بناهن رسانه ها هیچ حراسی نداشته باشند امارت اسلامی تهدید نکرده تهدید نمیکنه نمی و حمایت که رسانه ها لاتوکوب شدن توقیف شدن باعث شده که ترس ایجاد شود باعث شده که خود سانسوری شود با شما معلوم است که در چون که یک تحول عظیم در کشور ما شما آمد رویدادی که در اخیر آمد و که حکومت قبلی از بین رفت و امارت اسلامی به اقتدار رسید حتما یکی ده مجاهدین اینا از بعضی اصول یا قوانین شاید خبر نداشتند و همچنان شرایط ناگواری بود تظاهرات و مظاهرهای صورت گرفت که برخلاف قانون بود با در قانون است که کسی که میخواه مظاهره بکنه با شما معلوم است تظاهرات بکنه باید که اینا وزارت داخله در دا جریان بگذاره وزارت عدلی در جریان بگذاره زمان و بکانون برشان مشخص شوه وقت برشان مشخص شوه اینا بدون ریایت اصول به تظاهرات دست زدن دست به تظاهرات زدن که اینجا تظاهرات حق مدنی شون است حق مدنی شون است خب البته در چارچوب قانون پیش بروند شما ببینید در امریکا در اروپا در دیگه کشورها هم کسایی که تظاهرات میکنه هر گروه هر قشر اونا وزارت عدلیه را خبر میتن در جریان میگذارن وزارت داخلی در جریان میگذارن اینا مکان و جای برشان مشخص میکنه و وقت برشان مشخص میکنه باید در چارچوب قانون پیش بروند شما موینی شما بازم به برنامه خوش آمدین چند نمونه ای که از دید شما محدودیت بر رسانه آواز شده کدام ما هست؟ سلام دارم خدمت شما و بینندگان ارجمند و مهمان ارجمند برنامه من پیش از آن که چند نکته رو بگم شاید تعجب آور باشه ولی با بخش عمده فرمایشات جناب متوکل صاحب موافقم موافق البته باید روشن کنیم یعنی باید روشن کنیم که این حدودی رو که ایشون میگن که در کشورهای دیگر هم بدون شک هست چه کسانی تعیینش میکنن و چگونه به اجرا در میاد مسئله اصلی اینجاست اما در حدود یک هفته پیش پس از انتشار اون مقرره یازده ماده ای سازمان گزارشگران بدون مرز یک اطلاعیه صادر کرد و همزمان با آن یک نامه برای وزیر محترم فرهنگ فرستادیم ما در این اطلاعیه آنچه که ما ترک کردیم همین مواردیه که شما پرسیدین که به نظر ما دارای اپامه مهمان برنامه شما من الان شمردم شش بار تاکید کردن که باید که باید شریعت و اسلام مورد احترام قرار بگیره در قانون اساسی پیشین در قانون اساسی پیشتر نیز این قانون بوده است اما پرسش ما در همین اطلاعیه و از مهمان برنامه شما این است این را چه کسی تشخیص می دهد؟ یعنی چه کسی تشخیص می دهد؟ یک نوشته، یک گفته، یک نقل قول مخالف شرع است یا موافق شرع است مهمان برنامه شما و کمیسیون فرهنگی طالبان به خوبی میدانم 1400 سال در این باره ما داریم بحث می کنیم 1400 سال در کشورهای مختلف در اصول فقهی ما در همه جا این بحث هست باید این مشخص باشه اینکه خلاف شعر نگویم من نمیدانم امروز امشب در همین صحبتی که می کنیم خدای نکرده من اگر انتقاد تندی از جناب متوکل بکنم این انتقاد از کمیسیون فرهنگی است انتقاد از آقای متوکل است یا اقدامی غیر شرعی است این اگر روشن نشود بدون شک ایرادات و مشکلاتی برای رسانه ها به وجود میاد شما فکر میکنین که منظور از نشرات اسلامی چی است با من از من میپرسید بله،, می بله بله همین که شما را خودتان نزد خود پاسخ دارین بله هتاسلامبود نشراتچ ه تص قبلا ارز کردم خدمت شما که نشرات ما اسلامی به ای معنا فتیم که خلاف اصول اسلام ان باید که به با اسلام ما احترام بگذاریم ای طور نشراتی نکنیم که خدای ناخواست برخلاف اسلام باشه برخلاف فرموده الله و دستورات رسول صلى اللهعله وسلم باشه اما انتقادات سالم قسم که مهمان عزیز شما گفتن انتقادات سالم اگر تند هم باشه ما را تحمل میکنیم حکومت ما امارات اسلامی را تحمل میکنه شما شاید دیده باشین که بسیار انتقادات سالم صورت گرفته هیچ کس مانی از این نشده انتقادات سالم باعث اصلاح جامعه باعث اصلاح حکومت بشه هیچ کس ممانعت ما نکرده نمیکنه خب مطلوب ما است که توهین بر قوانین اسلامی نشو توهین به شخصیت ها وتوهین ببرخلاف منافع ملی کشور باد صبنشرات صورت, صورت نگیره باقی انتقادات سالم کسی که داشته باشه ار از داخل است یا از خارج است عمارت اسلام او بسار به سا صدر اور گوش میکنه اناالله اور تحمل میکنه و در موقع مناسب برا ازاو پاسخ متاقا من به سال شما پاس فت دقیقا همینو من میخواستم خدمت ایشون ارز کنم واقعیت اینه که یکی از معضلاتی که حالا ما از شما پرسشتون از خودسانسوری بود ما به چیزی به نام خودسانسوری معتقد نیستیم ما به سانسور معتقدیم یعنی همان فرمایشی که مهمان عزیز برنامه میکنن جناب آقای متوکلی واقعیت اینه که وقتی که فشار باشه وقتی که ترس باشه وقتی که ایجاد ارعاب باشه روزنامه مجبور پوشیده صحبت بگوید این پوشیده من اینو میگم خلاف اسلام اینو بهش میگن ریا اینو بهش میگن تظاهر بنابراین انتقاد و آنچه که باید باید مشخص باشد ببینین یازده مقرره تعیین شده است آیا بهتر نبود که جناب قاری یوسف احمدی صاحب روزنامه نگاران متخصصین رو دعوت کنند کمیسیون فرهنگی که انسانهای والا و واقعا با شخصیت فرهنگی درش جمع شدند چه ایشون چه دیگر دوستانی که هستند آیا بهتر نبود مسئولین رسانه ها خبرنگار ها رو جمع می کردند و با هم و همزبان و همراه یک مجموعه رو میتونستن بدن اینکه توهین به شخصیت ملی نشه این قابل بحث نیست یعنی من نمیدونم همون پرسش دوباره رو میپرسم امروز شما به عنوان یک شخصیت ملی یا جناب مجاهد صاحب که بسیار هم زحمت میکشند در این رابطه سخنگوی طالبان به یک شخصیت ملی من هر گونه انتقادی که به ایشون کنم آیا توهین محسوب میشه اینو کی باید تشخیص بده این مقرره ها ابهام دارند برادر من ابهام دارند و برای این باید روشن باشد قانونی میتواند اجرا شود که روشن سریح مشخص باشد و مجری داشته باشد بعد هم در موارد دیگر من الان خدمت شما عرض می کنم در بسیاری از ولایات به رادیوها به تلویزیون ها گفته اند که کار بکنید برید همان فرمایشی که شما کردید مشکلات مردم را گرفتاری های مردم رو آوازش رو به جهان برسونید اما از طالبان انتقاد تشکر آقای موینی اجازه بدین که آقای متوکل جزئیات بتن در مورد مقرراتی که وضع کردن آقای متوکل توهین شما با چی میگین چه کس در رسانه آمده یک شخصیت مهم را دو زده آیا انتقاد توهین است نه انتقاد خود ما توهین نگفتیم البته به این معنی نیست که کسی توهین شوه باز بعد از او باز مقررات وضع شوه خو یک چیز علاج واقع قبل الوقوع میگن پیش از اینکه که خدای خواست به حریم یک شخصیت توهین شوه چی گونه شوه که مثال رد و بد الفاظ رکیک استعمال شوه القابای رکیک و ضعیف استعمال شوه برای یک شخصیت مطلوب ای است اما انتقادات سالم که اگر شما از یک وزیر میکنین یا اینکه از مسلمان یک مردم میکنین یا از مجاهد سب میکنین تا به هنوز هیچ کس توهین هم نگفته تحقیر هم نگفته امارت اسلامی به کدام محدودیت وزم نکرده ان شاء اسلامی آماده است که انتقادات سالم بپذیره و ما قبلا هم یادآور شدم که انتقادات سالم به خاطر اصلاح حکومت است و باید منتقدین وجود داشته باشه البته نباید ما منفیگرا باشیم باید کوشش بکنیم که از هان مردم و طرف او اموری که مثلا در مابین دولت و در مابین مردم یک نوع نفرت ایجاد میکنه رسانه ها باید ایره از این خودداری بکنن نشر نکنن باید ما اگر قسمی که منفیات یک نظام میبینیم باید امور مثبت از ایره هم ببینیم باید انعکاس دهنده امور مثبت هم باشیم قسمی که امارات اسلامی بعد از تحول آمدن دیگر امنیتی مثالی را تامین کردن شما ببینید نه شما بیرون شده میتونستین شب نه کسی دیگه از بعد از نماز عصر اکثر مردم دکان ها مغازه ها بند میشد مسدود میشد نه شما ببینید که در هر ساعت شب مردم میتونه که گشت و گذار بکنه حتی مغازه باز باشه الحمدلله یک امنیتی مثالی تامین است بعد این ما این کاس بتیم برای مردم و همچنان چیزی دیگر که اگر مسئله است که اقتصاد مسئله یک مشکل اقتصادی و فقر است دیگر ای خود در حکومت قبلی هم بود با وجودی که تمام کشورها اقت... پولش از سرازیر میکردن و لیکن چند تیم او را حیف و مایل میکرد برای ملت ما نمی رسید ملت ما در او وقت هم دوچار فقر بودن باید برای امارات اسلامی برای حکومت فعلی یک چیزی وقت داده شود. ما نمی امارات اسلامی نمی که در مدت دو ماه و ماه تمام مشکلات مرفوع بسازه و با مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره البته تلاش های جدی جریان داره انشاءالله همه مشکلات آیسه, آیسه با به نقطه پایان گذاشته میشه چی گنگ مانده؟ من آن چیزی که برام مهمه صحبت ایشون بسیار خوب است تامین امنیت بسیار خوب است ولی من یه پرسشی دارم برادر من امروز هزار و و هشتاد خبرنگار زن معاششون لغو شده یعنی دارای معاش نیستن بخشی از این خانم ها بخشی از تأمین یک خانواده رو انجام میدادن این نه ربطی به تحریم های ظالمانه داره نه دزدی های نظام سابق داره به شکل مشخص تصمیم شماست بسیاری از خبرنگارانی که امروز در افغانستان هستند معاششون دچار مشکله بسیاری به این خاطر میخوان کشور رو ترک کنن بگذارید راحت با هم صحبت کنیم چون منم خودم و افغان میدونم خودم متعلق به این جامعه میدونم سی ساله در این رابطه دارم تلاش میکنم راحت با شما صحبت بکنم نخست وزیر کشور رئیس الوزرا همین دیروز پیام میدن و ایشون میگویند که وارد منزل کسی نشوید چه برای ماشین چه برای کارهای دیگر همین دیروز یکی از خدمتگذاران این کشور رو که برای روزنامه نگاران زحمات بسیاری کشیده از صاحب منصبان حکومت قبلی بوده باشد ولی رفتن خونهش امروزم بازداشتش کردن منظورتان آنز... کیست؟ لازم نیست خودت جناب متوجه هستن از کی صحبت میکنم چون باید بدونن من به جناب مجاهد صاحبم پیغام دادم ولی این ایجاد رو با امنیت نیست امنیتی یا باید برای همه باشد یا این امنیتی رو که شما میگین که به درستی هم میگین به درستی هم میگین من در کابل بودم البته خب بعضی شبها هم بیرون میرفتم ولی امروز اگر این امنیت هست اگر این مشکل اقتصادی هست چه کسی میتواند به شما کمک کند برای حل اون بجز رسانه ها چه کسی میتواند به جز رسانه ها آنچه را که در بطن این جامعه میگذرد آنچه را که باید شما به عنوان مسئولین حکومت حل کنید در اختیار شما قرار بده وقتی که این خبرنگار میترسد وحشت زده میشه که هر حرفی رو که میزنه باید ثابت کنه که انتقاد منفی نیست من یک صحبتی با شما دارم خیلی روشن و مشخص اصل بیست میثاق جهانی حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی اعلام میکنه که هر گونه نشرات هر گونه اعلام که بر خلاف و علیه مذهب قومیت و انسانیت باشه ممنوعه این یکی از اصول اصلی روزنامه نگارانه کدام روزنامه نگاری تا حالا ناسزاگویی کرده است به کسی و سپس این ناسزاگویی هم باز خودش تعریف دارد من مثلا اینه که چرا امروز یک بخشی از این روزنامه نگارانی که در این کشور ماندن الا آنی که همین دوستی که میگم که بازداشت شده میتوانست از این کشور بره همان روز اول میتوانست با آن هواپیمای آمریکایی یا دیگران بره ولی در این کشور مانده که زحمت بکشه و شما هم گفتین اف و وقتی که میگوین اف این اف چرا دوگانه است چرا در هرات باید روزنامه نگار رو بازداشت کنن اجازه بده چرا... نمیدونم از آقای موینی بپرسیم از آقای متوکل آقای متوکل. من, من یه, نکته تنو... بله. دیگر هم بگم اینم بپرسین البته از همین تریبون من استفاده می که تشکر کنم چون یک خبرنگار عکاس رو بازداشت کرده بودن با آنکه جرم ایشون و اتهام ایشون روزنامه نگاری نبود چون دعوت به تظاهرات کرده بودن طبیعیه که دعوت به تظاهرات از وظایف روزنامه نگاران نیست ولی تشکر میکنم از آزادی ایشون تلاشی و تلاشی که کمیسیون فرهنگی تشکر. طالبان کردن و جناب مجاهد خوی متوکل امنیت تنهایی نیست که ما از این بترسیم که مرمی بخورم یا کس حمله فیزیکی بالای ما بکنه امنیت فکری و روانی هم مهم است که آقای میگن می که ما امنیت فکری و روانی نداریم ترس ایجاد شده مردم میترسن خبرنگاران میترسن چرا باید خبر بترسه؟ نمونایشو گفتند دستگیری لطکوب آیا در دیگر کشورها شما شاید نیستین که با خبرنگارا چی تو برخورد صورت گرفته در حالی که اونا خب باید ما هم برخورد کنیم آره شما ببینید شما یک دفعه وقتی کشورهای پیشرفته و مترقی مثل امریکا، اروپا و, دیغ... و غیره کشورها با وجودی که خدا اونا مترقی میدانن با وجودی که اونا خدا حامی حقوق بشر میدانن شما شاید دیده باشین بارها و کرات مرا دیده باشین که در برابر خبرنگارا چطور تعامل صورت گرفته ما نمیخواهیم که ما بگیم ما مثل از وا. نه خیر آن حقوقی که اسلام داده برای بشر بر انسانیت همه را شامل میشه ما احترام قائل هستیم برای خبرنگارا نباید اینا احساس ناراحتی بکنن نباید نگران باشن اگر موارد جزئی که پیدا شده قسمی که اینا اشاره کردن شما اشاره کردین بعضی خبرنگارا بازداشت شدن دیگه به او رسیدگی صورت میگیره باید تحقیق و تفتیش شوه که اونا به خاطر بازداشت شدن قسمی که اینا هم اشاره کردن خودشان مهمان محترم گفتن که نباید یک روزنامه نگار یا یک خبرنگار دیگر مردم به تظاهرات تشویق بکنن شما, میگن شما؟ که آقای متوکل میگن که ما از سیاست های کشورهای کافر پشتیبانی نمیکنیم درست است و ما را میگن که باید نکات مثبت را بزرگسازی بکنیم و برنامه‌اش بگذاریم شما خودتان از کشورهایی که به گفته خودتان ابر قدرت است کشورهای بزرگ است نکات منفی صورت میگیره خبرنگار لطکوب میشه او را در کار خودتان توجه میکنین مناسب است فکر میکنین شما ببینین مقصود ما را شما شاید گرفته باشین یا نگرفته باشین مقصود ما این بود که اونا سالها حکومت کردن و خود حامی حقوق بشر میدانن قوانین دارن با وجود از تخلف صورت میگیره حکومت ما به شما معلوم است که نو تشکیل است نو سر اقتدار آمده نو در شهرها آمده این مجاهدین حتما بر بعضی بخبری ها بر بعضی که اموری که این اینا معلومات در ارتباط به رسانه ها ندارن یا تعلیم دیده نیستن یگون مشکلات جزی صورت میگره مقصودی ما است ما غرض نیست که کاری را که اونا کرده باید ما بکنیم مقصود ما است که حکومت ما نو تشکیل است تا اینکه نظام به شکل درست ساخته میشه ارتش ما ساخته میشه درست تعلیم میافته میشه پلیس ما ترافیک ما به همین شکل امنیت و استخبارات ما یک چیزی وقت میگره اونم الحمدلله شما ببینین با وجودی که یک یک مجاهدی که در اطراف زندگی میکردن وقتی که واردی کابل شدن به خلاف توقع مردم که خودی مردم میگه به خلاف توقع از یا با همراه مردم با همراه خبرنگارا با همراه خانما برخورد کردن که بیخی از توقع مردم بالا است شما مهربانی بکنین دنیا مهربانی بکنه یک چیزی برای ما وقت بتون ان هر چی سر جای خود میه یک دو سه وارد است کدام موارد زیادی هم نیست با وام رسیدگی صورت گرفته خبرنگار رها شده و مسئولین امارت اسلامی متعهد است که از رسانه ها حفاظت میکنند حمایت میکنند رسانه ها در حقیقت لسان جامعه است مثل که لسان در دهان چه رقم حیثیت داره به همین شکل رسانه ها رسانه ها یقینا که انعکاس دهنده افکاری دیگر خوب هم است افکاری بعد هم انعکاس دهنده است خو خواست ما از رسانه های محترم است که باید اینا کشوش بکنن که افکار مردم مخدوش نسازن باید او امور این نکاس بتن که سبب اتحاد و وحدت و یک پارچگی ملت ما شود انشالله هیچ مشکل به اینا مواجه نمیشه بسیار گپ خوب است که شما میگین که رسانه و لسان یک کشور از درست است لسان یک جامعه است مشکلات و خوبی ها بروز میتب ولی امروز میبینیم که رسانه‌ها در وضعیت خوب قرار ندارند. رسانه‌ها یکی پی دیگر بسته میشن. چرا یک اقدام عملی نمیکنیم شما کدام رسانه شما ببینید کدام اسناد و مدارک دارین که از طرف امارت اسلامی یا از طرف نیروهای امارت اسلامی تهدید صورت گرفته باشه اقتصادی حداقل بسته میشن درست است حالا که بر شما ارزش داره چرا او او مثلا یک کار نمیکنین تا شما... از متوقف شدن شما خود ما را وقت بوتین وقتی که تهدید صورت نگرفته قبلا خو یک دوستا میگفتن مثل که دیدبان حقوق بشر است دیگر اونا گفتن اونا البته از دور قضاوت میکنن شما ببینید که تا به انوز الحمدلله هیچ کس یک سند نداره که از طرف امارات اسلامی از طرف نیروهاش اونجا برای یک رسانه تهدید صورت گرفته باشه که شما بسته کنین دروازه خدا البته گفتن اصول مراد بکنین نشرات خدا از روز اول فتح کابل گفتن که آغاز بکنین و مسئله اقتصاد مسئله اقتصاد و معاشات شما یک چیزی فرصت بودین ملت ما یک چیزی فرصت بوده کار سریزی جریان داره الحمدلله اوایدی که از گمرکات تشکر. آمده دو هیف مایل صورت نگرفته الحمدلله بودجه هست و سریزی کار روان است ان معاشات برای خانه ما هم قبلا اینو اشاره کردن برای خانه هم معاشاتشان ان شاءالله اجرا میشه شما باز میبینین ان شما در جریان گذاشته میشین تشکر آقای موینی در زودترین فرصت چی باید چا بر رسانه ها <تصفح> من فکر میکنم همین هماهنگی رو که ایشون میگن با نهادهای رسانهای باید انجام بشه این قانون باید سراسری بشه در سراسر افغانستان انجام بشه و سپس هم همین رو با وحشتی که هست باید به اون پاسخ داده شود یعنی من به نظرم این نیست که برخی دچار توهم شدن وقتی که ایشون از کشورهای دیگر میگن بدون شک ما سازمانی مستقل هستیم در خود همین فرانسه خشونت پلیس علیه روزنامه نگاران و علیه در طی تظاهرات ها رو ما امروز 160 پرونده رو شکایت کردیم یعنی به نام خبرنگاران شکایت کردیم همین کار رو در افغانستان هم خواهیم کرد یعنی برای ما فرقی نمیکنه فرانسه باشه آمریکا باشه یا جای دیگر وظیفه ما دفاع از نگارانه و پیشرفت اطلاع رسانی در اونجا هر کمکی از دست ما بر بیاد انجام میدیم اما این فکر رو نکنیم که ما تازه به قدرت رسیدیم این حکومت یکی از هایی که به قدرت رسیده است در کشوری که نزدیک به 100 سال سابقه یه رسانه دارد یعنی اگر ما بخواهیم هر کاری و, و هر دولتی در هر گوشه جهان بخواهد کاری رو دوباره از اول آغاز کنه خب این هیچ وقت تشکر. به نتیجه نمیرسه تشکر آقای من, من خواهشم اینه که در این رابطه مشخص پاسخهای مشخص باشین و این فقط با مشوره و با متخصصین انجام میشه و برداشتن این جب رو به وحشت از وظایف نخستین شماست و شما همان گونه که صحبت کردید این گونه در عمل به آن آقای رضا معینی مسئول نهاد گزارشگران بدون مرز و آقای نور محمد متوکل عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ اینجا در استودیو تشکر از او مهمان عزیز و دوستایی که بیننده محور بودید خدا نگهدار